як бадбахте ки рӯи рост дар назди мардум мегуфт: «Худо нест, Худо вуҷуд надорад, аз ӯ пушт дидан. Ту тоҷик ҳастӣ, мусалмон ҳастӣ, чаро инкори Худо мекунӣ? Худо вуҷуд дорад». Мегӯяд ки ман мусалмон нестам ва Худо вуҷуд надорад. дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи вуҷуди Худо ҳаст ва дар ин бора бар шумо каме маълумот хоҳем дод. Наку Худо нест, наку Худованд ҳаст. Ту мусулмони, наку. Не, ман мусулмон не. Ту мусулмон нести? Не, ман. Ту тоҷики мусулмон нести? Ман тоҷикам, дека ман мусулмон не. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام و حواداران شبکه کاروان عمره. از شما خواهش میکنم از برای الله همین نوا را به دیگران هم روان کنید تا اینکه بعضی همین ناخلفان، بعضی به ایمان ها به وجود خدا باور کنند. بر ما و شما معلوم است در زمان امروزه ما کمونیست و اتئیست ها خیلی زیادند و این دو طایفه بودن خدا را و وجود خدا را انکار میکنند، میگویند که خدا وجود ندارد. از آنها وقت پرسید که چرا به خدا باور نمیکنی؟ آنها میگویند خدا را هیچ کس ندیده است، برای همین او نیست. میگویند در این نوار خدا باشد و سوالی که چرا او را هیچ کس نمی بیند گفته شده، جوابی منطقاً خواهیم گفت. از شیخ عبدالرحیم گرین که به سوالی که به او داده بودند خدا را ندیده باشم چرا بر او باور کنم، می گفتند چون این جواب می گوید: خداوند رحمت کند این شیخ را به همین سوالی کمونیست ها و اتیست های که با وجود خدا باور نمی کردن، وقتی آنها به این شیخ سوال می کرد، این شیخ با آنها یک جوابی منطقی داد که باور کنید. آنها بعد از شنیدن این جواب بسیار آنها اسلام را قبول کرده بود. می گویند صبح یک چند نفر نزد این شیخ آمد و به این شیخ گفت: ای شیخ عبدالرحیم، تو بر ما اثبات کن که خدا وجود دارد. اگر تو اثبات کرده توانی، من به خدا ایمان می آرم و به وجود خدا ایمان می آرم. شیخ عبدالرحیم به آنها گفت: بر تو سؤالی دارم، عقلت در کجا هست؟ بر من نشان ده. عمر می گوید: عقل را دیده نمی شود. پس همین آسمان، یعنی که آن سمایی که تو میبینی، آیا کبود هست یا اینکه رنگش چنین است؟ میگوید: در این باره من چیزی نمیدونم. میبینم هست، اما میدونم نیست. شیخ باز سوال کرد، گفت: ای بنده خدا، همین عشق و محبت در کجا هست؟ همین رو بر من نشان ده. این مرد میگوید، سرش خم شد و گفت: نمیدونم و نمیبینم. در بین و بحث آنها شخصان و آدمان به نهایت زیاد شدند. مسلمان ها کم بود، اما اتئیست ها به نهایت زیاد شدند و در گرد آنها جمع شدند. شیخ عبدالرحیم، خداوند از او راضی باشد، به همان مردی که سوال کرد گفت: من باشم آسمانی که میبینم هست، اما میدونم نیست. اما خداوند را که میبینم نیست، اما میدونم هست. من عقل را دیده نمیتوانم، من عشق و محبت را دیده نمیتوانم. پس گفت: ای مردم، پس شما که عقل خود را و محبت خود را دیده نمی توانید، پس از کجا خداوندی که
همه مخلوقات زمین را و دنیا را بحر شما آفریده است و شما را آفریده است دیده توانید. در همین بین یکی از آنها بیرون بر آمد و به این شیخ جواب داد. در همین حالت میگوید یک مرد به شیخ چنین گفت: پس بگو خداوند در کجا جایگیر است؟ این شیخ: خداوند از راضی باشد. گفت: خداوند در قلب ما و از قلب نزدیکتر بر ما جایگیر است، اما ما این را نمی‌بینیم. باز یک چند سؤال و یک چند مسئله را در این باره گفت. بسیار آنها گفتند: لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس از شنیدن این گونه سؤال ها و این گونه جواب های منطقا، بسیار آنها میگوید کلمه را عریضه کردند و اسلام را قبول کردند. اما بعضی از ناخلفان و بدبخت ها چنین نبودند، آنها رد کردند. و البته دوستان عزیز، خداوند وجود دارد، باید ما شک با وجود خداوند نیاریم، زیرا خداوند همه ای گناه ها را میبخشد. تنها شرکی که اگر ما به خداوند داریم این را نمیبخشد.